خب مقاله 19 فدرالیست رو ادامه میدیم. فقط میخواستم یادآوری بکنم این دو سه تا سریالی رو که توی این آلبوم ویدیویی ضمیمه کردم، یکیش لیبرتیه که این کتاب یک همراهش میاد و اینم میتونید تو کانال پی بی اس گیر بیارید، روی یوتیوب یا تو خود کانال پی بی اس راجع به انقلاب آمریکا صحبت میکنه و یه قسمت آخرش هم راجع به همین کنوانسیون فیلادلفیا و چی شد که رفتن اونجا و اینا صحبت میکنه. مثلا اینا رو خیلی تشویقتون میکنم که ببینید قبل از این که اصلا شروع بکنید مقاله ها رو خوندن. جو تاریخی اون زمان آمریکا رو ببینید. بعد من توی اون ترجمه اولم هم که چند تا ویدیو گذاشتم، البته کیفیت ویدیویش که خوب نیست ولی تقریبا حرفامو گوش بدید و اینا متوجه میشید که در اون زمان در آمریکا چی میگذشت. یه مقداری هم راجع به مسائل اروپا اینا صحبت میکنم که کمک میکنه به درک جو اون زمان آمریکا. بعد یه سری ویدیوهای دیگه هم هستش که ببینید این Founding Brothers، اینا هم بایستین روی اینترنت باشه یا میتونید از کتابخونه ها بگیرید یا احتمالاً روی وبسایت های مختلف هستش دیگه. اینا توسط History Channel آمریکاست، این یکی Founding of America. اینا رو ببینید به همراه کلی ویدیو دیگه که من ضمیمه کردم که تاریخ آمریکا رو یه مقداری سطحی در اون زمان بدونید که چی شد به این کار مقاله فدرالیست ما کشیده شد به مقاله های فدرالیست کارمون کشیده شد و قانون اساسی آمریکا و دلیل نوشتن این قانون اساسی آمریکا، چون ما مقاله های فدرالیست رو داریم میخونیم که الفبای فدرالیزم رو بهمون میده، که بعد تاریخ آمریکا رو میخونیم، گسترش فدرالیزم در تاریخ آمریکا رو میخونیم و یاد میگیریم و یه روزی انشالله دوره هم جمع میشیم مردم دنیا و یک اتحادیه درست حسابی در 3-4 نسل آینده راه میندازیم. خب برگردم سر وقت مقاله. The prerogatives of the emperor are numerous. The most important of them are his exclusive right to make propositions to the diet, to negative its resolutions, to name ambassadors, to confer dignities and titles, to fill vacant electorates, to found universities, to grant privileges not injurious to the state of the empire, to receive and apply the public revenues, and generally to watch over the public safety. In certain cases, the electors from a council to him. ببخشید. The electors form a council to him. In quality of emperor, he possesses no territory within the empire, nor receives any revenue for his support, but his revenue and dominions in other qualities continue him one of the most powerful princes in Europe. این قسمت هایی که در رابطه با قدرتی که فرمان روا داره یا امپراتور داره اینا، اینا رو داره میگه که بعدها وقتی راجع به رئیس جمهور صحبت میکنن تو این قانون اساسی و مقاله هایی که درباره قدرت ها و مزایا و اختیاراتی که رئیس جمهور در دستش داره، اینا یه مقداری مقایسه میشه با کنفدراسیون های قبلی که اونا چه اختیاراتی داشتن و اینا. From such a parade of constitutional powers in the representatives and head of this confederacy, the natural supposition would be that it must form an exception to the general character which belongs to its kindred systems.
nothing would be further from the reality. The fundamental principle on which it rests, that the empire is a community of sovereigns, that the Diet is a representation of sovereigns, and that the laws are addressed to sovereigns, renders the empire a nerveless body, incapable of regulating its own members, insecure against external dangers, and agitated with unceasing fermentation in its own bowels. یه سری حرف میزنه بعد نتیجه میگیره، داستان موازی میکنه با داستان کنفدراسیون خودشون. میگه انگار یه بدنیه که empire a nerveless body. انگار یه بدنیه که رگ و عصب نداره. Incapable of regulating its own members. نمیتونه اعضای خودش رو مدیریت بکنه. Insecure against external dangers. خطرهایی که از خارج بهش میتونه بیاد، خطری که بهش حمله بکنن، صدمه بزنن، نمیتونه جلوشون واسته. And agitated with unceasing fermentations in its own bowels. Agitated یعنی حالت قشی هستن، این بدنه این کنفدراسیون بهش دست داده. Bowels حالت شکم و معده است. Fermentation هم که میدونید دیگه، حالتی که یه چیزی رو تخمیر بکنن. میگه اصلا تمام سیستمش به هم خورده. درست شبیه کنفدراسیونی که ما الان زیرش زندگی میکنیم، تحت لوای زندگی میکنیم. درست شبیه همین سازمان بین الملل خودمون هستن. منم هم دارم میگم همین سازمان بین الملل ما درست شبیه همین کنفدراسیون اون زمان آمریکاست. The history of Germany is a history of wars between the emperor and the princes and states. Of wars among the princes and state themselves. Of the licentiousness of the strong and of the oppression of the weak. سن میگه خر تو خره. امپراتور با پرنسا میجنگه. ایالت ها یا استان های مختلف، ولایت های مختلف با هم دیگه دارن میجنگن. اونی که یه ذره گنده تر و حضورش بیشتره فکر میکنه باید خرش حسابی پیش بره، به همه زور میگه. اونایی که ضعیفن تو سری خور میشن. Of foreign intrusions and foreign intrigues, of requisitions of men and money disregarded or partially complied with, of attempt to enforce them, altogether abortive, attended with slaughter and desolation, involving the innocent with the guilty, of general imbecility, confusion and misery. داره میگه این کنفدراسیونا اونجوری بودن و وسطش هم دوره متلک میندازه که میگه این کنفدراسیون ما هم چون اینا نمیتونه همش با استین چیکار میکردن، از ایالت ها تقاضا میکردن که پول براشون بفرستن. این هم داره همینجا میگه of requisitions of men and money disregarded. یعنی اصلا توجه نمیکردن که دولت مرکزی ازشون یه مقداری پول میخواد، یه مقداری سرباز میخواد، اصلا تحویل نمیگرفتن. اینو داره غیر مستقیم و مستقیم میگه که ما هم کنفدراسیونمون اینجوریه، از 13 تا ایالت که کمک میخوایم یا نمیدن یا میدن، نصفشو میدن یا دیر میفرستن سربازار و پولو. میگه اصلا خیلی وضعمون شبیه به همین کنفدراسیون های ولمعتل آلمان اون زمانه. این امبسلتی رو که استفاده میکنه یه چیز ضعیف بیجونه تو سر خورده است. کانفیوژن هم که میشه گیجی و هرج و مرج. میزری هم که میشه بدبختی. بله، یادتون نره اگر مثلا آمریکا اینا زندگی میکنید
کتاب خونه های شهرتون از این چیزا زیاد داره، ولی خب یواش یواش اینا رو توی اینترنت احتمال قوی نتفلیکس و جای دیگه که ویدیو میتونید بگیرید میتونید در دسترستون باشه. وقتی هم که نگاه میکنید خیلی از این شوها کلوز کپشنه، خب روشون یه سی سی نوشته. این پشتشونی که نگاه میکنید یه جایی یه مربعی روش سی سی نوشته، یعنی کلوز کپشن، یعنی میتونید قشنگ هم واژه ها رو ببینید. همینی که هر کسی که توی فیلم صحبت میکنه تسلطتون به این زبان هم قوی بیشتر میشه. فعلا باجاست.